به نام خدا، من حامد پیری با 18 جلسه از دوره آموزش دوس از طریق فیلتر نویسی در خدمت شما هستم. این جلسه قرار فیلتر الگوی مرد به دارایی‌اختر را با همدیگه بنویسیم. نمایش الگو و تعریف مختصری از این الگو رو خواهید داشت. شروطش رو بررسی میکنیم و سپس شروط فیلتر نویسیش رو تک به تک با همدیگه پیاده میکنیم و در انتها هم خروجی فیلتر رو در سایت tsetnt.com مشاهده کنید. این نمودار رو مشاهده بفرمایید تا ببینیم در کجای این نمودار الگوی مرد به دارایی‌اختر ایجاد شد. طبق تعریف این الگو چندلیه که اندازه سایه بالاییش خیلی کوتاه باشه و اندازه سایه پایین خیلی بلند باشه. این کندل بعد از یک روند صعودی ایجاد میشه که نشون دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی. ببینید اینجا رو یک روند صعودیه، بعد از یک روند صعودی قرار گرفت و نشان دهنده تغییر روند به سمت نزولی شدن. اگر این کندل رو مشاهده بکنید متوجه میشید که الگوی مرد به دار آویخته اینجا ایجاد شد و این رو به عنوان این الگو در نظر بریم. شروطش رو ببینیم. اولین شرطش اینه که اندازه سایه بالایی خیلی کوتاه یا کلا سایه بالایی نداشته باشه. دومین شرط اینه که اندازه سایه پایین بلند باشه. سومین شرط بعد از یک روند صعودی ایجاد بشه. و چهارم اینه که کندل بعد از اون منفی باشه. اینم پس به شرطهای الگوی مرد به دارایی‌اختر اضافه میکنه. پنجمین شرط اینه که حجم معاملات تو روزی که این الگو ایجاد شد باید زیاد باشه. من یه همچین شکلی رو برای این الگو در نظر گرفتم. رنگ الگو مهم نیست، باید قبلش روند صعودی باشه، بعدش کندل بعدی منفی باشه. حالا بریم شروط فیلتر نویسی این الگو رو یک به یک ایجاد بکنم. اولین شرط هم روند تا 2 روز قبل صعودی باشه. 1 روز قبل، 2 روز قبل، یعنی تا اینجا رو میخوام صعودی باشه. نکته ای که برای صعودی در نظر گرفتم اینه که نماد توی این 10 روز گذشته بیشتر از 2 روز بسته نباشه، چون اگه بیشتر از 2 روز بسته باشه افزایش قیمت ها ممکنه دلایل دیگه‌ای داشته باشه. پس زلزلی رو تعریف میکنم به عنوان تعداد روزهای بسته بودن نماد 10 روز گذشته و در قسمت برنامه شرطی میذارم که اگر حجم معاملات توی یکی از این روزها 0 بود، 1 دونه به تعداد روزهای بسته بودن نماد اضافه. روند صعودی رو با تعریف متغیر آیک اینطوری ایجاد میکنم. میگم یه آیکی داره و از 2 روز قبل میخوام بگم که مجموع قیمت پایانی 1، 2، 3 و 4 روز پیش تقسیم بر مجموع قیمت پایانی 5، 6، 7 و 8 روز پیش برابر با آیک باشه. برای زد، زد و آیک این دو شرط رو میزن. زد زد کوچکتر مساوی 2، آیک بزرگتر مساوی 1.7. شرط بعدی، حجم معاملات 2 روز قبل بیشتر از 3 روز قبل باشه. واسه حجم معاملات یه همچین شرطی رو داشتن. البته میگم 2 روز قبل بیشتر از 0.8 3 روز قبل باشه. عدد رو میتونید خودتون تغییر بدید. برای حجم معاملات یه شرط دیگه میذارم و میگم حجم معاملات 2 روز قبل این 2 روز قبل. حجم معاملات توی این 2 روز قبل باید بیش از میانگین 3 ماه گذشته باشه. البته باز هم میانگین 3 ماه گذشته رو زد در 8 دهم کردم و میزان سختی رو شما میتونید این رو بین 7 دهم تا مثلا 1.2 هم افزایش کنید. شرط 4 و 5 رو با هم دیگه می‌نویسم. فاصله بین کف بدنه تا کمترین قیمت کف بدنه، اینو برای این روز دارم مشخص. فاصله بین کف بدنه تا کمترین قیمت حداقل 5 برابر فاصله بین بیشترین قیمت تا سقف بدنه باشه. در واقع میخوام بگم سایه پایینی من 5 برابر سایه بالایی من. معادلش به این صورت میشه. سایه پایینی رو میخوام حساب بکنم، کافیه بگم مینیمم مقدار بدنی اصلی منهای کمترین قیمت معامله اون روز. این منهای این که دقیقاً اندازه طول سایه پایینی میده باید بزرگتر از 5 برابر طول سایه بالایی. طول سایه بالایی اون چی میشه؟ میشه بیشترین قیمت، بیشترین قیمت منهای سقف بدنی اصلی.
باید حداقل 5 برابر این قسمت. این از این قسمت. بریم شرط پنجم ببینیم. فاصله بین کف بدنی تا کمترین قیمت، یعنی همین طول سایه پایینیمون، حداقل 3 برابر بدنی اصلی کندلم باشه. 5 برابر سایه بالایی و 3 برابر بدنی اصلی. معادلش رو می نویسن و مشاهده کنید این دو قسمت رو که مینیموم مقدار بدنی اصلی منهای کمترین قیمت رو ممکن میشه طول سایه پایینی باید 3 برابر طول بدنی اصلی دو روز پیش اون باشه که طول بدنی اصلی هم برابر قدر مطلق اختلاف آخرین قیمت و اولین قیمت. اینو هم که نوشتم قدر مطلق، دلیلش اینه که نمیدونم کندل دو روزی شه من مثبت یا منفی و برام اهمیتی نداره. تا اینجای کار شرط چهارم و پنجم رو نوشتیم. بریم شرط ششم رو ببینیم. شرط ششم اینه که کمترین قیمت با بیشترین قیمت حداقل 1% با هم دیگه اختلاف داشته باشه. یعنی این بالا و این پایین حداقل 1% با هم دیگه اختلاف داشته باشن. شرط ششم رو چرا گذاشتم؟ چون اگه طول بدنی اصلی الگوی مرد به دار آویخته من کوچیک باشه، حالت دوجی داشته باشه، اون وقت 5 برابر و 3 برابر خیلی اندازه بزرگی رو ایجاد نمی کنن که من مطمئن باشم که طول سایه پایینی خیلی بلند. پس این اختلاف 1% رو میذارن. متوجه بشیم که این حداقل باید 1% اومده باشه پایین و اون نسبت رعایت شده باشه که بدونم طول سایه پایینی به نسبت بلند است. پس میگم اختلاف بین بیشترین و کمترین قیمت دو روز پیش باید حداقل 1% بیش از قیمت کمترین معامله یه روز پیش. حالا میتونه اختلاف این دو تا 1% باشه، ممکنه حالا 4% یا 5% باشه. این 1% رو شما میتونید خودتون کم و زیادش کنید. شرط هفتم هم اینه که این کندل منفی باشه. شرطش رو اینجوری می‌نویسم: قیمت اولین معامله این هست، منهای قیمت آخرین معامله یه مقدار مثبتی باشه، یعنی بالاتر باشه. قیمت اولین معامله بالاتر از قیمت آخرین معامله باشه. حالا میتونستم اینجا مساوی هم بذارم یا از این شرط استفاده کنم: قیمت آخرین معامله یک روز پیش من برابر با حداقل قیمت یک روز پیشم باشه. کندل سه روز قبلم میگم مثبت کنم، همینطور میذارم یا اختلافشون بزرگتر از صفر یا قیمت آخرین معامله مساوی با بیشترین قیمت سه روز پیش. شرط نهم رو به این صورت می نویسم: میخوام بگم که میانگین قیمت این کندل که کندل الگوی مرد به دار آویخته رو ایجاد میکنه از میانگین کندل روز قبلیش بالاتر باشه، یعنی وسط این اگه اینجا باشه و وسط این اگه اینجا باشه، این باید بلندتر از کندل قبلش باشه. پس میگم جمع اولین معامله و آخرین معامله دو روز پیش من، یه روز پیش، دو روز پیش من، باید بزرگتر از جمع اولین و آخرین معامله سه روز پیش من باشه. البته هر دو رو باید تقسیم بر دو بکنم که میانگینش به دست بیاد، اما چون دو طرف معادله رو هر دو رو ما تقسیم بر دو داشتیم، میتونیم از طرفین معادله حذفش کنیم و به این صورت در. و همچنین میانگین قیمت بدنی اصلی کندل مرد به دار آویخته از کندل بعدی هم بالاتر باشه. پس همین کارو برای کندل بعدی هم انجام میدم و میگم میانگین قیمت اولی و آخری معامله دو روز پیش من باید بزرگتر از میانگین قیمت اولین معامله و آخرین معامله یک روز پیش من باشه. هر دو تقسیم بر دو دارن و من چون هر دو تقسیم بر دو دارن، هر دو طرف رو بدون تقسیم بر دو نوشتم و معادله رو اینطوری ساده کردم. الگوی من ایجاد شد، شروط رو نوشتیم. حالا کافیه تک تک این شروط رو در داخل ایفای تو درفی همیشگی خودمون قرار بدیم و فیلتر الگو رو به اتمام برسونیم. ببینید تک تک اون شروطی گفته بودم رو اینجا نوشتم و الگوی مرد به دار آویخته تکمیل شد. حالا کافیه این رو بریم و در سایت tctmc.com بررسی کنیم و خروجی این الگو رو مشاهده کنیم. میخواییم فیلتر مرد به دار آویخته رو ایجاد کنیم، برای همین فیلتر جدید رو درست میکنم و اسمش رو میذارم مرد به دار آویخته و کد رو اینجا پیاده میکنم و ثبت رو میذارم. همونطور که مشاهده میکنید نمادی به من نمایش داده نشد، چون نمادی توی بازار بورس نبود که این 10-11 تا شرط من رو پاس بکنه. برای اینکه متوجه بشیم آیا نمادی داریم که یه سری از این شرط ها رو پاس کرده باشن و یه سری دیگرشون رو پاس نکرده باشن، یعنی که متوجه بشیم
نمادها چند تا از این شروط رو پاس کردن یا کدوم به این صورت تعریف می‌کنم. پیش از این کدوم به این شکل بود و تک تک ایفامون تو هم دیگه بودن و اگه یکی از اینها اتفاق نمی‌افتاد خروجی اون نماد رو به ما نمایش نمی‌داد. حالا کدوم رو من به این صورت تعریف می‌کنم و به جای اینکه ایفا رو تو در تو بکنم میگم اگر این رخ داد دی اس هم پلاس پلاس بود. یه دی اس اینجا تعریف کردم و هر کدوم از این ایفا رخ داد یه دونه به دی اس هم اضافه کنم. حالا این 10 تا دی اس که نوشتم میگم بعد از اتمام بررسی این شرط ها اگر یه دی اس بالای 6 تا بالای 7 تا بود اون رو به من نمایش بده تا اون نماد رو بررسی کنم که 7 تا 8 تا از قواعد اتفاق افتادن مرد به دارا بیختر رو داره. حالا میرم همین کد رو بیاده میکنم به جاش و ثبت رو میزنم. یه سری نماد رو به من نمایش داد. ببینید مثلا نماد پرداخت از اون 10 تا شرط 7 تاشو داشت یا 0 8 تا از اون شرط رو پاس کرد. حالا اگه من روی نماد 0 بزنم ببینم که چرا دو تا شرط دیگر رو نتونست پاس کنه رو نمودارش میرم نگاه میکنم این نمودار 0 هست. تقریبا شکلش به شکل مرد به دار آویخته هست و این الگو اینجا شکل گرفته. اما یکی از شرطهای ما یادتون باشه این بود که گفتیم باید یه حالت سعودی داشته باشه. چون این حالت سعودی که ما مد نظر داشتیم رو خیلی رعایت نکرده و ما گفته بودیم توی این 8 روز گذشته یه حالت سعودی داشته باشه. ولی توی این 8 روز گذشته دیدیم که این خیلی سعود نکرده برای همین یکی از شروط ما که بحث سعودی بودن هست رو رعایت نکرده. بقیه موارد رو رعایت کرده. احتمالاً دومش بحث حجم است. ببینید اینجا حجمش کم. ببینید ما توی شروطمون اینجا گفته بودیم که حجم معاملاتش باید 8 دهم حجم میانگین 3 ماهش باشه. این یکم احتمالا رعایت نشد. اگه بخوایم ببینیم همونطور که حجم معاملاتش رو می‌بینیم حجم معاملاتش در 500 هزار تاست و اگه بزنم آمارها و حجم میانگین حجم 3 ماهش رو ببینم 1.5 میلیون هست. می‌بینی که 1/3 اینه. تقریبا 30 درصدش ما گفته بودیم از 80 درصدش بیشتر باشه. پس دومین موردی که نتونست پاس بکنه بحث حجم معاملاتش بود و برای همین بود که خروجی ما این رو به صورت کامل نشون نمیداد. بقیه نمادها هم به همین صورت خودتون میتونید چک کنید. امیدوارم که این جلسه هم مفید بوده باشه. تا جلسه آینده شما رو به خدا حفظ کنم.